دست سر زور گرمه، خیلی از راننده ها میزنن بغل کتشانه در میارن. یعنی انقدر گرمه که در میارن پرت میکنن کنار جاده. خواستم بگم خودتون رو ناراحت نکنی، بدشانسی برای هممون. شما به این میگیم بدشانسی؟ برادر ما 5 سالش بود، پدر ما بر سوارکاری یاد بگیره، اونجا آنفولانزای اسپی گرفت. بدشانسی پشت بدشانسی. بفهمم، من هی به شما گفتم یادم بچانسه، شما هی گفته عیب نذارو جوان مردم، این ازدواج منتفیه. ولی من میگم یه بار دیگه به موبایلش زنگ بزنیم. شیرین جان، عروس خانم، اون گوشی تو میدی یه بار دیگه فریبر زنگ بزنیم؟ این چرا زنگ کنید؟ اون گوشی فریبرزه؟ تو جیب تو چه میکنه؟ آقا، من خلال جاده پیداش کردم. حتی اگر تو پیداش کرده باشی چون تعویلش ندادی مظنونی. فریبرز کجاست؟ جاش تخته. ولی همه تونو میبرم پیشش. اگه من دیدم از زنگ بزنید تو پلیس. سر همه برای شیر مالی. اگر یویه. یا خدا. تلاس. ببینم اون زمین کنار اون تپ کوچه که بود با کیوان شریک بودی. اگه باشه من خریدارم. میخوام یه گرمابه مکانیزه را بندازم. این زمینه مال. اگر بناش اون زمینه تو بخری باید بری سراغ کیوان. چون این زمینه با هم شریکن. آقایون لطفی کنه 3000 یه تو کپا بیار خونه نوره که به عنوان شاهد امضا کنه. باشه بیا را مرد عاشق پیشه روستا نیوان جان خونه ای؟ سر که بازه حتما خونه هستیم دیگه. به 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 سلام علیکم جاناتان. جاناتان که میگن توی یاره؟ آره خودشه. سلام بادر خواه. سلام علیکم. خیلی خوش اومدی. بفرما. ممنونم. ببخشید من دستم بند بود. کیوانم داره تمدد اعصاب میکنه. شما بفرمایید داخل، من الان میام خدمت. بله چش در خدمتم. صدای 2 سالگی جاناتان. اول میدم به چپ در میدم. سرتو بیار بالا. صداشو ضبط میکنی؟ آره دیگه، تا میگه ما ضبط صوتو میارم که صداشو ضبط کنم، ولی دیگه نمیگه. صدای 2 سالگیشو ندارم، این همه بعدا میشه خاطره. بله میشه خاطره. میچه ببینم، بیا بهادر خان چیکار کردی گفت ما؟ کار خاصی نکردم، فقط گله گردنشو ناز کردم هم. ای پوستش خوش نبود؟ تو سیستم آبرسانیش لوسیون ریختم، سرتو بیار بالا. یه خورده پوستش نرم بشه، ولی فکر کنم هنوزم خشکه. یعنی سیستم آبیاری هم داره؟ آره بابا. ببین اینو بهش میگم مهپاش. چقدر جالب. آفرین احسنت فرید خانم، چه ابتکار خوبی زدی. کیفی میکنی؟ میگم فرید خانم وقتی سلمان گاوشو ببره اینجا شما اجاره میدین. سلمان که فعلا نمیتونه ببره، کتفش هم ورم کرده، درد داره بدجوری. بادر خان چی کار کنیم این ورمشو؟ همبرگر. بله؟ همبرگر خانم. من این کتف ورم کردشو چرخ میکنم با نیم کیلو آرد سوخاری یا 2 نوع ادویه یه لگم به این بزرگی گوشت همبرگر تبدیل میکنم. چرخ میکنیم؟ البته دوبار. یه دفعه چرخ کنی چربی و گوشت خوب قاطی نمیشه، زیر دندون میمونه خیلی بد میشه. ببخشید کیوان خان که تشریف داره، من چند از اوزان وقت شما بشم. بله بفرمایید داخله. ارادتمندی. بیچه ببینم بیام چی میگن از تو دیدی. سلام عرض کردم خدمت آقا کیوان. عجب وان قشنگی درست کردی کیوان جان. کیوان حالت خوبه؟ چطور میکنی؟ خیستم کردی؟ من آدم ندیدی؟ چه بریخی تو؟ ها؟ تو هم کجا پیدا شد؟ مشکلات اینه خوشبو کننده است. من چیز بد تو آب کسی میریزم. در ضمن داشتم بعد از مدت ها میامدم خدمتون، دست خالی گفتم نباشم، قابل شما رو ندارم. آقا دست در نکن، برای من آوردی؟ قابل ندارم. چه قشنگه.
فقط بذار یه جه جلو چش نباشه. الان فریده بیاد ببینتش، میبره میزندش بالای سر جاناتان. اتفاقا تو حیات فریده خانم زیارت کردم، میگم خوب بیگاو زبو مسته میرسه. بله خوب میرسه. باورت میشه من هنوز صبحانه نخوردم؟ وقت مشاورم بشه میگه باید تمدد اعصاب داشته باشم. آخه چه جوری؟ باز خدا پدر غلامت بیامرزه، این جکوزی یه جوری ساخته که چه جاناتان توش نمیشه. کیوان جان ناشکری نکن، قدر زن تو بدون. نوری رو نگاه، از وقتی خجست رفته روزگارش به نشونه، روز خوش نداره. نه بابا، خوش به حال نوری، نوری خیلی خوبه. دختراش نگاه مثل پروانه دورش میچرخن، اما مچه دلم به چهار تا پیکنیکی خوش بود، آمدن جمع کردن بردنش بیره. اما کیوان جان عوضش یک زن نجیب و مهربون داری، یک پسر ساده و سربراه و سالم داری، از اونا مهمتر یه زمین بغل تحت و کوچیکه داری. زمین؟ زمینی که با نورالدین شریک باشی اصلا به درد نمخوره. صد دفعه بهشش گفتم آقا بیا یه چیزی توش بکاریم، یه چیزی گیرمان بیاد، میگه نه این خاکش به درد کشت و زراعت نمخوره. راست میگه. میگم حالا که به درد کشت و زراعت نمخوره بیا بفروشیمش دو قرن بیاد تو جیب ما. آفرین. میگه نه من اینه برای آینده بچه‌ام روش حساب کردم. میگه کیوان جان اهل تبانی هستی؟ تبانی؟ اگر با صداقت و مردانگی منافات داشته باشه هرگز. اگر قیمت زمین تو نقد جرنگی بذارم که فدست چی؟ همشه؟ تا قرون آخر. باشه، حالا اگه یه 20% هم از صداقت و مردانگی کم بشه به جای برنامه خوره. فقط 20% ها، نه بیشتر. خب حالا اگر 2 برابر پول زمین تو نقد بگیری چی میشه؟ 2 برابر؟ ای درود بر اون شرف. آخ چی شد؟ فریده پیجت کرد؟ نه بابا، فریده چه کار داره؟ ضربات قلبم نباید به 100 نزدیک بشه. از یه حدی که بگذره این دستگاه شروع به زدن میکنه. کیوان جان باز که یه آشغال بنداز دور، اون دست خداست. من شبیه 10-12 از اینا رو کف هموم جمع میکنم میریزم دور که بره. راست میگی؟ بله. یعنی مال اونه که کیسه شو نمیکشی؟ بله، هم اینا هم از اون کلاگیسا. کدام کلاگیسا؟ همین کلاگیسی رو سرته دیگه. مرد حسابی، کجاش کلاگیسه؟ این کلاگیسه؟ نگاه بکن موی خودم نگاه. ببخشید من فکر کردم کلاگیسه، شرمنده. برو بابا، برو مشاورم بهشم گفته که نباید به اعصابم فشار بیارم. برو همون جاناتا برای یه عمرم بسه، تو دیگه نمیخواد بیری رو اعصاب. بفرما تبانی رو قطعی کنی رفع زحمت میکنم. نه بفرما، خواهش میکنم. مشاورم بهشم گفته که اصلا به مسائل مالی نباید فکر بکنم، فقط طبیعت، کوه، دشت، بیابان، جنگل، نهر، آب. بفرما بفرما، بذار به ریلکسیشنم برسم. بفرما. کیوان جان اصلا تبانی رو بی خیال، اگر نوری راضی کنم تو فروشنده هست یا نه؟ آخه اون زمین به چه درد تو مخوره؟ در مابه مگانیزه مشتری از این ور وارد میشه، از اون طرف حول پیچ میاد بیرون. دیگه چی میگی؟ باشه اگر نوری فروشنده باشم حرفی ندارم. فقط یه سوال، به نظر شما حجم حبابای داخلی ها یکم غیر عادی نیست؟ مرد حسابی این موتور گذاشتیم زیرش که آب با فشار بگیره بزنه کمرمون خشن، اینجوری جکوزیه دیگه. بادر خان. بله. کوپل دستی بودی رو برام آوردی؟ قابل شما نداره خانم. بله. فریده کجا موهرش اینا بادر خان بریم ما آوردش. تو اتاق جا نداریم که براش، دیوار پشت سر جاناتان خالیه، میبرم بزنم اونجا. فریده مواظب دماغت باش، من 6200 خرجش کردم. 6200 اون موقع ایگو با سر بیاد تو صورتت دیگه با 35 تومن هم جمع نمیشه. ای لعنت بر هر چی گاو بی صاحبه. کیوان جان هرس علیکی نخور، میفتی میمیری زمین دوی تو انحصار داده هستن. ببین راحت باش، گوش کن، گوشی تو بذار، با نوری که صحبت کردم خبرش بهت میدم. راحت باش، چشماتم ببن، سرتم تکیه بده، با آرامش کامل به هیچ کس فکر نکن، تمدد کن. بذار بهتون خدا تعرف نکنی، نه قبله. البته چی دا بعد تکی
من یه چیزی حضور انبار شما اعلام میکنم که این کره و پنیری که در این میل میکنی کره همه هست خواهش میکنم در شما درد نکنه واقعا خوشمزه بود همه ها چراغ این خونه خدا کنه که هیچ خانه بی چراغ نمانه لاهی همین البته آقا نوری کار شما از چراغ گذشته ماشاءالله چراغانی کردین خانه با مزه گفت من فریم کمال همنشینی در من اثر کرد آقا نوری بله نیمروی زردقاتی کی دوست داره؟ نیمروی زردقاتی کسی نمخواد؟ یه ذره قاطی شده ها حیفه اگه کسی نمخواد میدی بشه؟ بله بفرم دست دردن کنش کن حیف زردش قاطی شده باسی از قدیم گفتن مرغی که زردش را میره باید انداختش تو دیگ به درد تخمگذاری نمیخوره نه مرغه بی تقصیره من تا آمدم تخم مرغه بشکنم تو مایتابه یه ذره دستم لرزید ببخشید فدای سرت غیرت اجازه نمیدم من نه همه میدانم زو باید استراحت کنم قربان دستت روژان جان به خدا اصلا راضی به زحمتت نبودیم نه خواهش میکنم کاری نکنم ماشالله بچت هم که پسره واقعا؟ آره از کجا میدانی؟ معلومه نگاه بکن بیشتر وزنت انداختی سمت چپت خب الان چه؟ الان دختر بفهمید در صورتی که اگه نهار مرغ باشه باید پیاز زیادی بزنیم تا بوی ذوق میشه بگیره نه کره پیاز شیرینش میکنه کی آشپزی میکنه تا بشش بگم شما دو تا چو دارچین به دروغ زیاد نمینازی تو آبگش به خدا انگار 5 کیلو پیاز زدی بشش چاش دستم در نکنه البته ما خیلی دوست داشتیم که حدوداً یکی دو هفته دیگه در خدمت شما باشیم از شما پذیرایی بکنیم خیلی لذت میبریم از این کار ولی متاسفانه با توجه به غیب شدن داماد بنده دیگه بعید میدونم خیلی بعیده که دیگه مراسم عروسی اینجا برگزار بشه به هر حال همین که با حضورتون به ما و خانواده داماد جناب اترکی عزیز قوت قلب دادین باعث مزید امتنان است همین که افتخار دادین این صبحانه رو با هم دیگه خوردیم بسیار بسیار سپاسگزاریم دست شما درد نکنه انشالله که بعدها بله های نوری یه ترکمن یه ضرب المثل هست میگه آتش بدون دود نمیشه جوان هم بدون اشتباه نوری جان رامون دوره یه روز و نیم طول کشیده تا بیاییم اینجا خدا رو خوش میاد اگه فردا پس فردا داماد بیاد دوباره باید برگردیم خیالتان راحت باشه ما تازه امروز میخوایم بریم پیش پلیس حداقل یه هفته طول میکشه تا تیکای پازل این ماجرای کنار هم بچینم یه هفته چیزه یه هفته خود چیزی نیست آقا من یه پسردایی داشتم گم شد بعد ما 25 سال منتظر ماندیم تا ای پیدا بشه 25 سال آره والله بعد کل اون 25 سال شما اونجا تشی تشی آقا نوری شما خودت داغ دیده تنها میذارن نه والله نه والله کار میکنی دخترم اولا این چه کاری آخه چی اونجا چه خبره بله بابا گیان دارم قالیچه اتاقمه میشونم بابا که الان وقت قالیچه شستن نیست که تره بله نمیخوره خب باشه فعلا کف مالیش میکنم بعدا دوباره آب میریزم ای بریکلا بابا گیان بفرما ببخشید بفرمایی بچه بفرما خواهش میکنم بفرما دختر من الان به لحاظ روحی روانی خیلی به هم ریخته الان از صبح هشده همینجوری در خانه رو میشوره و میسابه و با توجه به این شرایط یعنی این چیزی که میبینم بنده شخصا به شما ها امضا میدم که به احتمال 30 به 90 تا 45 سال آینده تو این خانه دیگه مراسم عروسی برگزار نخواهد شد که انشاءالله دیگه بعدها هم دیگه رو میبینیم دیگه های نوری یک ضرب المثل هست که میگه آتش بدون دود نمیشه جوان هم بدون اشتباه باز هم شرمنده از بابت فریدی متوجه شدم بله آقا نوری شرمنده بفرش میشه بگین این ظرف پنیر شارژ بکنن یه جفت چشای کورم رو نکن پنیر رو تق 200 سر شارژ کن دست به دست بده بده ببخشید من سر و مغزم خیلی درد گرفت اصلا سرم درم میترکه ببخشید من یه 20 دقیقه برم برای اینکه برگردم به شرایط عادی و حالا عادی بعد استراحت بکنم الله برکت بده قربان اولم سلامت اولم سلامت اولم فرق بابا گل بیان بر یه دن استامین و فم به من بدیم من بخودم بابا داشتیم تمام شده ای شکمه کجی دن جیل و فم بین بدیم اونم من یار بری کمردردش خود آخریش مفنم به کسی تدیم نه؟ دیبو بروفن نه تیزه ایدیم
توش داری بوده سکه کنی؟ نه خدا نکنم بابا. خب دیدن امیتی دی فیلم بده قلن اونم نداره. نمیدونم چیه تا من سرم درد میگیره تو این خانه فوری قحطی مسکن میاد. با اجازه ببخشید. با اجازه. خدا سب بابا الان میام یه چیزی بشت میدم. که ما خواست پنیر شارژ بشه. گفتم که ما خواست پنیر شارژ بشه. ماشالله جم آقا جون رنگ به رنگ این هم بلا سرتون میاد و ماشالله تبر بخوره به گردنتون لپر میشه بزنم به تخت قالی کرمونی تو تا که این کرس چه کاری؟ آقا صد بار بهش گفتم زن حامله داریم تو این خونه تا این پنج دقیقه پیش نزدیک بودن خودم دوبار بالا بیارم دیگه این بیچاره زاغو من چی میکشه زاغو عزیزم من دارم بهت میگم نمیتونم تکون بخورم از جام خودم این گوشه آقا جون حبس کردم واسه چی واسه اینکه زنجیره رو قطع کنم بعدش هم یه زاوالش به هم بخوره بهتره اینکه تمام زحمات کاد درمان به هدر بره ای 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 تو 600 کیلومتر کوبیدی اومدی تا اینجا بعد الان میگی نمیتونم جا به جاشم باشو لباساتو بپوش بگیرینو اکو میبینی آقا جون انگار داره به تمساح غذا میده باور کن کرونا گرفته بود من دو سانتیش تکون نمیخوردم آقا جون به خدا شرمندم به زور ورداشته منو آورده اینجا وگرنه من قید عروسی خواهرمو زدم که شماها تو خطر نیفتید از دیشب رفته رو مخ من که اگه نیا من تنها میرم درک نمیکنی دیگه درک نمیکنی بابا جون منم آدمی زادم اینی که این تو این سینه این دله منم دوست دارم آقا جون کسی که دوست دارم چند وقت یه بار ببینم من حق ندارم باور کن هر چی میکشم از این احساسی بودنم آقا جون چیه حالا من که بار دارم به کنار عمه‌های بابا سنشان بالاست خدای نکرده اگه اونا مبتلا بشن سخت بهبود پیدا میکنن حالا شما نگران اونا نباشین هیچکس سال از اینکه 9 تا عمه شده باشه 8 تا دق نکرده چیزیش بشه زشت سی نه فقط بذار بگه نظر در برای اینکه سه تا دماد قزمی تبدیل بشه به دو تا چیه آنوری دو تا دماد قزمی الان سومی که در حالی از ابهام دیگه ما اگه چیزی میگیم به خاطر رعایت موارد بهداشتیه وگرنه خدا میدانه دل هممون براتون تنگ شده بود بابا دیگه رعایت بیشتر از این صبح و شب که دارم نمک آب قره میکنم رنگ به رنگم که دارم قرص میخورم این دمنوش عناب و گلگازبون و اینا هر کی میخوره سیستم عصبی و بدنش همه چیو فلج میکنه اون تو دیگه هیچ جایی واسه اینکه ویروس اووردوز کنه دیگه نذاشته باشم واکسنش تازگی میگم روسیه زده ولی حالا شما صداشو در نیارید پوتین یهو میگه اینا چقدر دهن لقن هنو هیچی نفهمیدن خود ولادیمیر بهت گفت اوه این داره همش پرت و پلا میگه من جان بابا محشید چرنه محشید رو دیگه آقا جون داره من دخترم میپرسم شما چند دقیقه لطفا هیچ صدایی از خودت منعکس نکن میشه آقا جون گذاشتیمش خونه خواهر سیروس به خاطر کروناش راستش آقا جون یه چند وقتیه که صابخونه ما رو جواب کرده قیمت خونه هم که تو تهران میدونین چیه با این پولی که ما داریم دو تا پله هم بهمون نمیدن کرایه کنیم. حالا آقا جون شما که غریبه نیستین واقعیتش من گفتم جمع کنیم بریم خونه خواهر من یه مدت اونجا باشیم غریبه که نیست. بعدش بچه‌رم بفرستیم اینجا ولی با متأسفانه شوهر خواهرم سخت مقاومت کرد. نذاش بمونیم. الان بودجتون چقدره؟ 15300. وای. چی شد؟ بخشید خواهر. واخه میدین ما این پول یه دونه موتورسیکلت سیجی فقط میشه اجاره کرد اونم یه روز بله بعدم هندل بزنی رخت خوابتو پنگ کردی خونه پدر خانوم داری اینجا خرقلت میزنی من اون وقت با یه بچه باید کف ترون دنبال آواره باشن دنبال خونه آقا جون این اسمش تبعیض نیست؟ ما اصلا توی این خانواده وصلت کردیم شاهد این چیزا باشیم رخت خواب پهن کردن مهیار ما دلیل داره فیله کمرش آسیب دیده گراز نشسته روش گراز کجا بود بابا تو چقدر قلتاقی پشت من این پیرمرد سادگی رو ورده هر جور دوست داری داری سوارش میشی سی روز اینجا خونه خودمون نیست هر چه دهنت در میاد بگی مگر تو خونه خودتون هر چه دهنت در میاد به من میگه نه آقا جون دری ولی چه با من آدم عصبانیت نه که شما رو بگم همه رو میگم خودش هم اینجوریه بابا دیروزت نیست میگفتیم ما پول نداریم واسه بچه‌مون یه جوراب بخریم روژان می‌خواد بچه‌شو بچه‌شو برای کانادا نمیدونم میگه دیگه روژان جون قربونت برم من عصبانی بودم یه چیزی گفتم تو که میدونی خواهر تو دلم آقا اصلا قاطی میکنه کل دهو میگه آقا نوای من توی همین مملکت دنیا میاد نه هیچ جای دیگه تمام شد راست تمام شد آقا جون آقا ما مگه چی اون از این سلبریتی ها کمتر است آخه من پدرشم تا نریم کانادا اجازه زایمان صادر نمی کنن وای مگه بری زایمان اجازه پدر لازمه
لازم نیست؟ چی میدونه؟ چی میگن قوانین همش به نفع آقایونه؟ چی میگن؟ خدایی نه کجا گیره برده آقا جمعی؟ هم منم یولتره. باشه آقا سیروس، باشه. دو روز دیگه نینی بغل خواه استوری گذاشتم تو کانادا، لوکیشن زدم ونکوور یا تورنتو یا شاید مونترال، بعد حالیت میشه. آقای محترم، شما به عنوان پدر اصلا در جریان هستی فقط عوارض خروج از کشور برای هر نفر نزدیک 267,000 تومنه؟ جدی میگی؟ بله. اگه کشور بخوام خارج هم باید پول بدم. 267,000 تومن هر یه نفر. خب اینجوری ما توی فرودگاه یه هات داگ بخوریم پولمون تموم میشه که روجان. روجان بابا. بیام بابا. بابا من میرم یه 20 دقیقه توی این اتاق چشمم رو هم بذارم، بلکه این سردرد من هست دست سر من ورداره. بعد که من بیدار شدم برونکو هم به هم بگوین اتاق آماده بکنن برای اقامت این آقا. فقط میری تو اتاق، اصلا بیرون نمیای. قرنطینه صفر تو صفر. نوکر تو آقا جون، فقط با عزت من قفل درم عوض میکنم که گفت بره چی که چی بشه؟ دیگه طبیعیه دیگه، همه جا عرف اینه که وقت نفر قبلی میره جدید میاد قفل عوض میکنه که وسایلش یه موقع خدای نکرده. کفگرگی میدونی چیه؟ کفگرگی بله، حرکت مستقیم دست به قسمت فوقانی پیشونی که اینجوری چطوریه؟ بس سیروس. آقا جون ما نیومدیم اینجا مزاحم شما بشیم. ما اومدیم اینجا با این پولی که داریم بگردیم خونه پیدا کنیم. حالا با 15-300 میشه جایی پیدا کرد؟ البته قابل تبدیل هم نیست. یه بخشش باید بمونه واسه قسمت درمون من دیگه آقا جون. اون خونه ادریس بود آقا، تو زلزله نصفش رفت. اون چنگ گذاشته؟ اون میده رهن کامل 25 میلیون. ولی سه تا آبادی پایین تر یه خانه هست 16 تومن ماهی 500. و البته او آبادیه آب نداره. نمیشه که. چرا نمیشه؟ بدم نیست، بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه. چی ما آدمی زادیم و ما احتیاج به آب داریم. آقا جون جون هر کی دوست داری بگرد یه فایل آبدار واسه ما پیدا کن ما این پولمون. عروسکای کوکی بابا و دمده بی‌مصرف. حرف من همونیه که گفتم. این اتاق آماده میشه برای جناب علی. فقط من از رضای خدا بذاریم 20 دقیقه من برم این چشمه بذارم رو هم دیگه مغزم در او وسط اینجوری باز میشه. به خدای محمد. آقا جون به مرگ خودم اگه برم اون تو اصلا رگ غیرتم اجازه نمیده. به جون خودم اگه برم. آقا جون، آقا جون، آقا جون، آقا جون، آقا جون، آقا جون، آقا جون. سیروس what the فاز؟ فاز چس؟ من در حسابی من بحرانی ترین 24 ساعت عمر معلم پشت سر گذاشتم. دمدم از دستم رفته. دخترم قاطی کرده در تمام خانه رو بش میشوره و میسود. دیگه هیچ وقت دست بشال وره من نزن. کلی سفارش در روی گیاهی داشتم، باید تحویل مشتری میدادم، همش به تعویق افتاده. آبروم توی استان خودم و چند تا استان همجوار به طور همزمان داره به یغما میره. مهمان های عروسی کنسل شده نشستن تو حیات میگن من نمیریم، من عروسی میخوایم. بابا محض رضای خدا 20 دقیقه بذاریم من برم تو این اتاق بمیرم. خدا نکنه بابا. نه دیگه ببینم در این حد به درد میخوری یا نه. به درد میخوره آقا جون، میتونم ثابت کنم به اصلا خود دردی بابا گن. تو به درد نخوردی و به دردم نخواهی خورد. شب خوبی داشته باشی. خیلی بده آم. خیلی بده پدر زن آدم دوزار آدم قبول نداشته باشه. آمان بگو بابا بسه بسه دی بچه بازی بسه. از دیشب تا حالا مردیم از استرس و نگرانی. هی حرف میزنن بچه کانادایی. بلند شو بیا بیرون مهمونا رو نها کن ببین چقدر درد میخوره. سلام عرض میکنم خدمت همه تون. خیلی خوش آمدین. خواستم خودم رو معرفی کنم. من سیروس هستم، داماد آقای نوری. ما هم اترکی هستیم، خانواده داماد باجناق جدید شما آقا پریبرز از ترکمن تهران. به به، به سلامتی. سلامت باشی. خواستم توی موقعیت بحرانی خدمت تون عرض کنم. کرونا پایان کبوتر نیست. تا شقایق هست زندگی باید کرد. بابا این کرونا داره تو قرنطینه است، با شما کاری نداره. وسایل تر اینجا جمونده.
آقا یعنی خیلی بکردی بکردی آقا شما گفتم که به درد بخورم بینم تو نمیدونی دیه یه انسان شیرین آقا چقدر؟ بالا 300 میلیون میلیون تومن؟ آره حیف دست بالم تنگه حیف آشنا دارم تو بانک وام دیه بگیرم براتون واقعا آشنا داری؟ آره خب میتونی 600 میلیون بگیری؟ آه باید دوتا؟ اون دیگه خیلی دنگ و فنگ داره زامن سفت و سخت میخواد چه خبره؟ چه شده؟ مگه تو ولایت ما بدون بعد گذشت؟ خانه نورالدین نرینایی داماد شرشیتش ویروس و کرونا متحرکه یه سرفه بکنه 50 نفر گرفت. ای خوار مهی. اگه مهیار کرونا داشت، دیشب تو عروسی چه غلطی میکرد؟ چه میدونم چه مهیار نمیگه. تو اگه خبر نداری؟ سرکله این ویروس تو روسا پیدا شده. آه، آه، میگه. آقا همه مجتمعی. خدا رحم بچهای ما بکنه. آره بود. تو رو خدا ببخشید آقا جون با این کارهایی که این میکنه من از شما خیلی خجالت میکشم چه حرفیه ببگر مشکلی نی فقط یه وقت خب اینجا برای من بنداز من یه 20 تا کپ همه بذارم حالم خوب بیشه دور از جون میترسم فقط این میاد اینجا گندکاری بکنه شیرینم قاطی کرده ناراحت شه اگه بذاری اینجا تون اتاق خودتون بندازم بس میگی ده خودم میبرم ببگم خودم میبرم فقط اتاق قرنطینش هم همونجا بشه این میترسم بس میگی شیرین حالش بچه باشه چشم خدایا اگه صلاح میدونی من وسط همین خب ببر پیش خودت دست در نکنه از این مرگایی که هست میگن طرف خب دیگه پنشید از اونه چون من دیگه به دردی نمیخورم که دیگه هیچ کرایی ندارم شیرین الان یه چشش عشقه یه چشش خونه ولی من به عنوان پدر فقط میتونم تماشاش بکنم دیگه کاری از دستم نمیاد من جانم که بی جا و مکان شده خانش از دست داده ولی من دستم خالیه حتی نمیتونی به قدمی برش بردارم منم پدرم دیگه موقعی که بچه یه مشکلی داره پدرش نمیتونه کاری برش انجام بده فقط شرمندگی میکشه من حالا مثلا خوب نیست من به هیچ دردی نمیکنم کارایی ندارم مال بد بی خلیش صاحبش منو ببر پیش خود دستت درد نکنه قربانت قربان اینم بیزارم رو به قبله مستقیم بیان پیش خودت دست دردم خدایا من چقدر گیره گرفت دارم ببخشیده دیگه خودت یه جوری خلق من کردی همش درد سریم سر این مجای کار کسبی که را انداختم همین دروی گیاهی من یک کلی سفارش داشتم اینو تحویل مردم ندادم متاسفانه ولی حقوق محقق همه را دادم یه دو هفته مانده اگر اجازه بدی اینو من داخل وصیت قید بکنم که فردا مدیون کسی نشم قربانت الان برمیگردم الان برگردم ببخشید یا الله ای بابا گن چقدر این ها بمزن خدایا اخی خدای این روژن ها رقش بیقرار بابا ای باری کلا ای باری کلا بابا گن اخی اینم شیرینه مغنه مادرش پوشیده بود رفت اکس گرفت لپوترین و اخموترین دختر دنیا ای گن بابا گن
ای جان مرجان نگاه کن چی شستی گرفته. اصلا اینکر 50 سالش بود، یه جوری رفتر میکرد، خیلی بامزه بود. نگاه کن ستال بعد کردی تنیشنه. چقدر بانه مکنینه. ای جان ماشالله ماشالله. خدایا شرمندم اون برنامه کنسله. آره همونی که الان گفتم، راستش خیلی سخته این را اینجوری رها بکنم. شیرین یعنی من چهتپه زیاد میگم، اصلا به حرفای من گوش نکنی. شیرین همین الان شوهرش مفقود شده، یه موقع خدای نکردم منم بمیرم، یعنی پدرش بمیره، دیگه چی ازش میمونه؟ چی شد؟ خدایا عرض کردم خدمتت که اون برنامه کنسله. من سرم درد میکرد، یه چیزایی گفتم، میتونین پیگیری نکنین. خدایا عرض کردم کنسله، ولی گویا خیلی پیگیر هستین. باشه فقط اجازه بدین من همین چیزایی که گفتم تو وصیت‌نامه قید بکنم که فردا مدیون کسی نشم. البته من دیروزم یه دعای دیگه کرده بودم، گویا اونا را اصلا جدی نگرفتین، ولی تا گفتم مرگ. نوردی بابا کجایی؟ سلام علیکم. تدار عروس مهمون نمیخوای؟ ببین بنده تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن هر گونه مهمانی معذورم. رفیق چه بابا؟ رفیق هم نمیخوای؟ آقا رفیق کو؟ مونس، همدم، دوست، فرند، جاز فرند، کلوز فرند، بیس فرند و الی آخر هیچی نمیخوام. بفرما خواهش میکنم. چرت یا تو جاز بابا؟ فرندی به شما نزدیکترین، نگرانتیم. یه چند لحظه بیا تو آیا نمخوریم. بیا بیرون یه دقیقه. آقا میری؟ باشه. آخ نمیخواستیم مزاحمت بشیم، فقط یه کار کوچیک با داشتیم. فقط هرچی میشونی نگو مهمون حبیب خدا، نگو در خونم به روی همه بازه. این مردم خستن از دروغ. دروغ نگو نورندی. بریم خودمون رو کوچیک نکنیم. خدا حافظ. اون کیه که اگه اینجا بود یه دانه مهمان پشت در نمیمند؟ من آقا خانم خیلی سنه من کلاه بذاریم؟ دیدی گفتم؟ گفتم احساساتش را تحریک بکنیم خودش میاد جلو. نوردین عزیز یه چایی و دوتا بجی که دیگه یمک را تورن مخواد بوام. بیا تو ایا بیا کار داری. بیا سال رو همه اموات خصوصا جوان تازه درگذشته، آن نوگل رفته بر نگشته، غزال دشت پرشکوفه، داماد غرق گشته. ویسه ببینه نکنه این چیزی که داره میگه داره برای فری برزه. شرمنده من مقصر نیستم نوردین، همه روستا میگن سلمان قاتله، بالاخره هر قاتلی یه مقتولی میخواد. اگر هنوز که هیچی مشخص نشده شما این قراره داری میکنی. پدر مادر این بدبخت اونجا نشستن به هزار امید و آرزو که پسرشان برگرده، و تو نشستی بیخ گوششان داری فاتحه میخونی. شرمنده مرا خانم دست درد نکنه، خیلی تسبیح چایشا. دست درد نکنه موشیگان تان، باید ببخشید دیگه. مهمان که زیاد بشه دیگه نمیشه به همه تازه دم داد، مجبور شدم آب ببندم بشه یه تکانی بدم بلکه یه رنگی ازش در بیاد. ماشاءالله آفری دختر خودمه، تو صداقت و راستی شهره خاص آمه. هنوز داره ادامه تحصیل میده درسته؟ بله داره تحصیل میکنه، ولی تحصیل با ازدواج هیچ منافاتی نداره. خیالت راحت باشه. صحیح، من دیگه هیچ سوالی ندارم. البته سیروس جانم پسر خوب و معقولیه، اگرم تا الان مجرد مانده به خاطر اینکه کیس مناسب و مرد خوب گیرش نیامد. آفرین، خدا حفظش کنه. خیالت راحت باشه، ما هم از اون خانواده‌ای نیستیم میخوای سخت گیری کنیم. کافی فقط دو نفر همدیگر بپسندن. تمام. فکر کنم صدای دزدگیری ماشینم. فاصلهش دوره و بعد برم نزدیک ماشینم. بی فایده است. با اجازه. کجا؟ دزدگیر؟ شما صدای دزدگیر شنیدین؟
واقعا تکنولوژی کار بشر ساده کرده. زمان ازدواج ما هنوز دزدگیر اختراع نشده. این چیه نوشتی؟ یعنی الان بعد 200,000 تومن من باید این زمینه بکنم به نام جناب علی؟ مگر مغزم تکان خورده؟ چیه؟ اولندش دیشب خودت گفتی زمین ما ارزش نداره، مفتی مال تو. دویومندش ما حرفا خودتو مکتوب کردم، تازه 200,000 تومن گذاشتم روش که دینی رو گردنم نمونه. آقا من این زمینه با کیوان شریکم، اصلا قرار بود اینو نگه داریم برای آینده بچه. نگران اون نباش، شما این امضا کو کیوان من راضی میکنم. نه من نمیتونم همچی کاری بکنم، شرمنده. ختم جلسه. نورالدین قسم جون بچه هاتو بخور که دیشب یه حرف نزدی. آقا جان، آقا چی داری میگی؟ از دیشب تا الان هزار تا اتفاق برای من افتاده که هر کدوم از اونها 8 ساعت یه دفعه اتفاق میفته. من اصلا یادم نیست تو چی گفتی، من چی گفتم. بفرما اینا یه دروغ دیگه است. نورالدین تو اینطور آدمی نبودی، دروغ نمیگفتی اگر سرت میره. آقا جان الانم دروغ نمیگم، یه لحظه خودتو بذار جای من. با تمام این بدبختیایی که پیش اومده ببین من اصلا تمرکز ندارم، اصلا حواسم نبوده. اگر حواسم بود همون دیشب به جناب علی میگفتم که ما اون زمین اصلا واگذار کردن. چی؟ واگذار کردی؟ به کی؟ مهوش؟ مهوش؟ بی‌طبیعته. ای مهوش اسم خواهرم تو شناسنه من. راستش من اصلا دلم نمیخواست به شما بگم، چون نمیخواستم متوجه بشین که من دستم تنگه، ولی من به خاطر عروسی شیرین پولش نداشتم، مجبور شدم اون زمین درازه 4,000,000 تومان واگذار کنم به سلمان. سلمان؟ یعنی زمین نازنینه تو دادی قاتلی توی آبادی؟ آقا اون موقع که قاتل نبود که، یه آدم رومخ بود، دادمش بهش تمام شد. نورالدین راستشو بگو، دروغ دیگه هم گفتی؟ اصلا بگو ببینم وجیه واقعا خواهر اصلیت درست یا اون سرکاری؟ ببین واقعا برات متاسفم که اینقدر راحت و بی‌محابا این چتپتر به زبان میاری، اونم توی جمع. منم متاسفم، کسی که دروغی چنینی میگه دروغی گنده‌تر از اون اونه که داماد کروناییش توی آبادی قایم بود. داماد کرونایی؟ بله. آقا نوری اجازه بفرما، همه متوجه شدن، خواهشم فلسفه بافی نکن. خودم مغزم داره میترکم. من اصلا این داماد من یه ساعته که اومده اینجا، یه ساعته اومده، بعد من خودم هم اصلا خبر نداشتم، یعنی رو هم خبر نداشت، ولی الان خیالت راحت باشه. الان توی اتاق تو قرنطینه کامله. خب اگه حرفم باور نمی کنین پشین یه چیز بلند نکتیزی از اونجا بیارین، از اینجا فرو کنین تو تنم کمرم در بیاد، خیال همه راحت باشه. اگه میخواین همه کاره بکنین. کیا؟ بابا جان یکی برای اون دره باز کنه. الان 50 تا مهمان دیگه میاد. من باز میکنم، من باز میکنم. سلام، دست بوسه همتون، الان میام خدمت. مگه این قرنطینه نبود؟ بود، ولی اینکه آدم نیست، قرنطینه رو ترک کرد. آقا جون دنبال کی بگشتی؟ سلمان خوش برگشته؟ یا ایزاد من نه بودو 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 سلمان سلام. فکر کردی سلمان رو غرق شد و مرد و تموم شده؟ جناب همین نبودن، هدف سوء قصد به جان منو داشتن. تو خوشبختانه طی یک عملیات پیچیده موفق شدم فرار کنم. خدا شاهد، خدا شاهد این عملگی جسمانی نداشتم، معلوم نبود چه بلای سرم میومد. 4 کیلومتر 4 کیلومتر. سلام شیخ خانم، نگاه اینطوری بگه آب تموم میشد. خب بس دیگه، بس بابا هنوز صد نشده. 4 کیلومتر خوبه برادر من، خوبه خوبه. بس آقا تک تک کسایی که تو این اتفاق نقش داشتن باید با من بیان پاسگاه. اونجا اول تفهیم اتهام میشه، بعدم واسه شون پرونده تشکیل میشه. و پرونده چیه سرکار؟ این حرفای چیه داری میزنی؟ من خود من از ایشان شاکی هستیم. دیشب در حضور چندین شاهد ایشان خودش پذیرفت که داماد من سر به نیست کرده. آفرین، راست میگه، همه شادی. کی بود دیشب میگفت تو تویره اوسان غلام؟ خودم فریورز سر به نیست کرده. همه شادی. اجازه بده آقا. پدر منم در اومده. اینا در شرایط غیر طبیعی اعتراض از من گرفتن. اونا به امردست و اچشلقی. خدا شرط اینا حتی تهدیدم کرده که جان. سلام شیخ خانم. اینا حتی تهدید کردن جاناتان رو از من میگیرن. جاناتان کیه؟ قوم من، جداش کردن بردنش. سرکار با عرض معذرت، ببینه خسته نباشین با آرت زحمات و بیوقفتون. این دوتا رفیقن، الان یه مقدار با هم کدورت دارن، در دقیقه دیگه هم خوب میشن. شما بفرمایید، من خودم علو وقتش میکنم. بفرمایید.
ایشون هم دست داشته تو این جریان؟ نه سیروز اصلا دیشب اینجا نبود. چی داری سیروز؟ کی با هم بشینیم؟ میشینیم یه کرونا هم خوب بشه میشینیم. تو کرونا داری اینجا وایستادی؟ نمیدونی کرونا داری نباید تو جنب بیای؟ برو تو. برو تو بیسیم نزدم بیام ببرم قرنطینت کنم. استاد احمد به وجدان من سر کار حداقل دستم گرفتم ملت بدونن بعد جای اینا رو قایم میکنن زیر پیرنشون ناقل پنهان میشن. برو تو. من که وجدان دفتر. برو. برو. کسی دیگه نبود؟ همون اول آقا نوری. نوری کیه؟ من آقا. گذشتون زمان. آقا نوری جان بیا جلو. آقا نوری بیا این وایس شما. بیا این وایس. دادی ساته. سلام علیکم. سلام علیکم. قاتل عاشق نمای آدم کش جناب سلوانی قاتله بگیرش ها الان در میره. آقا این خودشم بود حتی بدون اجازه جلتر منو برده خونش رو پس نمیده. اینجا چه خبره؟ به خدا ما اومده بودم ببینم فریده خانم اینجاست یا نه. همین خدا بگیر جای خودشم بود نظر بده شنو خوش نکن شما هم وایسه اونجا. بعد خان شما چرا جلو نمیای؟ شما که آدرس آچه شلاقی بعد درجه گشاد دادن برای که از اسقلا میگرفتی؟ تشریف بیار بفرما. چشم عزیزم میام جلو هر چقدر بخوای میام جلو. فقط ببینم چرا تو به من نگفتی زمین نوری آقا خیلی. نمیخواد جلو بیای برادر من. فاصله اجتماعی رعایت کن. بیم وایس شما. بیم وایس شما. همه گرفتاری. کسی دیگه نبود؟ والله کسی دیگه که بگید کجا داری میری آقا؟ ترسیده که باید دلیل فرارش مشخص شه واسه چی فرار بکنه؟ بابا ترسیده همین. بیاید آقا. چرا سر واسه کسی نیست؟ بدیم همین هم بدیم. بفرمایید. بفرمایید شما بفرمایید. اگر اینا بشه سوال جواب معمولیه. انجام میدیم و برمیگردیم. فقط روجان. انشالله آزادی قسمت همه. همه جره داره. فقط در ببندی نره تو کوچه موچه خونه همسایه رو بشوره. فقط در نبوده من مرد خونه سیروس مهیار رونک خیالت راحت داری بایجا هستم. اصلا مراقب باشه مراقب خواهی تو برای چه قرنطینه ای ترک کردی؟ داخل محاوطه نبینمت. محاوط بچه هم خیلی باش. تو هم انتخاب خوبی بودی. سلام قربانت. سلامتی. الحمدلله شما خوبی. میگم این پاسگاه موقع خیلی خلوت بود. جرم و جنایت زیاد شده اینقدر شلوغه؟ نه بابا یه یک ساعتی هم میگن دوز گوسفنده ها گرفتن. ای گرفتنش؟ خدا رو شکر. اینا همش هم بنده خدا مال بختن. زیاد دزدیده؟ خیلی دزدیده. 12 تا از من دزدیده. 12 تا؟ بله. خدا ازش نگذره بی انصاف. رضایت بهش ندی؟ نه بابا برای چی رضایت بده؟ پسرم یه زحمت برات دارم. خواهش می‌کنم. این شماره خونمه. شماره کجاست؟ شماره خانمه. دخترم خانه تنها است. شرمندم. من قصد ازدواج رو دارم. نگاه کن پدر جان. خدا شاهد اینا تمام شماره است. نگاه. تمام شماره است. ولی من تا حالا یکیشو نگرفتم. من تا جایی که قلبم درگیر نشه هیچ اقدامی نمی‌کنم. بابا چرا دریوری میگی؟ چرت و پرت میگی؟ گفتم اگه میتونی شماره رو موبایل دری بگیر دخترم بیاد اینجا تشکیل پرونده بده برای من. من گفتم. فقط حواست باشه یه دقیقه بیشتر نشه. یه نوری اتفاقی افتاده؟ ببین برای من قیافت اینجوری اینجوری نکنه. من که میشناسم من 50 سالم تو زندان باشم اصلا عین خیالم نیست که نیست. علی بابا علی طرف اون سه نفر اومده. گفتن که بیام به تو بگم بلکه رضایت بدی. بابا ادریس بدبخت که میشتازی 11 تا بچه قدیم اینقدر داره. ضروری گل ادریس که من نگرفتم خودشون گرفتن. من چیزی گفتم؟ باشید شما ازم بخیر. چیه؟ ازم بخیر رضایت بدون بدم؟ هشو خبر مرگ رضایت بده دیگه. من که دیروز امروز به هم دیگه نرسیدیم اینجوری نشستی برای من. با این لحن و با این حرفه؟ بله. من یک عمر شیرین کاری کردم و زبون ریختم شما شیرین خانم رو به من بدین ندادی. دنیا خیلی کوچکتر از این حرف هست که فکرش میکنی. آقا نوری گن اون موقع که برگه برنده دستت بود خوب بازی نکردی رفیق.
شرمنده مگه یه دنه کفکرگی بزنم تو صورت این چقدر به حبسم زفه میشه؟ بفرم آقا بفرم. نه میخوام بگم آقا سرکار به جای من به این آقا بفرمید. حتما رضایت بهتون میدم. شرمنده سرکار یه دقیقه کار دارم. ادریس بیا بنیش کار چیزه الان صداشان در میاری یا ناسلامتی اومدی بازداشگاه. حالم خرابه قلبم داره میترکه. بس که گوجی التهاب داری با خودت فشار نیار آرامش داشته باش. خجالتم نور دینی زغتی دارم برادر. بعد ما حواستان به طاهره باشه. او بیچاره دست تنها نمیتونه از عهده 11 تا بچه بر بیاد. فقط 45 دقیقه طول میکشه سر پاشان بگیره. اوم قراره بمیری تو. این چه حرفیه؟ اصلا تو چرا در رفتی؟ کسی با تو کاری نداشت که. ترسیدم نورالدین ترسیدم. چی ترسیدی آخه؟ بین خودمان بمانه. اینا دارن میشنونه. میگم بین خودمان بمانه. یواش بگو بگو. بین خودمان بمانه. من تو خانه یه ویدیو یه چس دارم. گفتم نکنه کسی دیده باشه آمار مداده باشه. یه چس که ممنون نیست. الان تو همه خانه ها سینمای سبودی هست. کربودی؟ ممنوعه ممنوعه. تو دیگه برای چه؟ من 15 سالم بود. به خاطر همین ویدیو یه چس گرفتنم. وسط کلانتری مرحوم پدر محمد ایجوری خواهد زیر گوشم. هنوز که هنوزه صدای سوتش تو گوشم بلند میشه. اخ اخ خدا بیامرز. خدا بیامرز. خدا بیامرز. بعد دستنگی نبود. نورالدین. جان. میگم این سلمان چطور آدمی؟ اهل معامله هست؟ این جوونیه خودت. تخس لجدرر زبان نفهم. خب از زبان هم میفهم. میگم یه وکیلی بگیریم از اینجا نجاتمان بده. تو هم هی دیشستی اینجا یه چسته پتایی میگی وکیل پول میخواد یعنی بخواد کارش را بندازه 10 میلیون میخواد داری 10 میلیون تو من؟ 10 میلیون؟ بله دارم به شرطی که او 4 تا 0 که قولش دادن هست بشه. گوش با اترکی بازداشتی اترکی به بیرون اترکی گن سرکار نداریم بعدی رو بخون. یعنی چی نداریم؟ فریبرز اترکی سارا گوسفندا خدا آوردمش. منم آقا اومدم. سلام آقا جون. فریبرز خودتی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ تو خودت اینجا چی کار میکنی؟ زکی، این دومادته. فریبرز مده سبی تو از دیشب تا الان دختر من و پدر مادر خودت تقدردی بعد پشوکی رفتی گوسفند دزدی؟ آقا نوری توضیح میدم برای تو. چی توضیح؟ اصلا اونجوری نیستش که شما فکر میکنید. ابرو مره تو منطقه بردی تو من موسه کار من نبوده باشه کار من نبوده باشه کار من نبوده باشه آقا فری برس دوست حرام خور توف به غیرتت بیا. ماهی بشی بری تو دریا پرنده بشی بری تو آسمان از چنگ کیوانه بیر. یه لیوان آب داری من بخورم؟